آوردیم به ساحت مقدس مهمان خاص شبهای جمعه کربلا، مادر هستی حضرت زهرا سلام الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك، وافعل بما أنت أهله ولا تفعل بما أنا أهله. بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، سلام علیکم، وقت شما بخیر. الحمد لله رب العالمین، خدای تبارک و تعالی با عنایت آقا سید الشهدا سلام الله علیه این توفیق رو هم باز در این شب جمعه به بنده کمترین دادن که از کربلای معلا به صورت زنده و مستقیم بیام منازل شما و شما رو دعوت بکنم به شهر عشق، به شهر عشق بازی، به شهر ولایت، شهر آقا امام حسین علیه السلام. امیدوارم هر چه زودتر شماها رو در کربلا ببینیم. آماده بشید انشاءالله، دلهاتون رو به ما بسپارید، چشمتون به تصویر، رو به قبله. بنده هم به نیابت از شما عزیزان، به نیابت از تک تک شمایی که در اقصانقات این کره خاکی تشریف دارید و عاشقانه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام رو میبینید، به عشق اینکه تصاویر زیبای کربلای معلا، خاصه حرم و مرقد مطهر آقا امام حسین علیه السلام، این ارباب دلها، این ارباب خوبیها، این ارباب بی انتها در فداکاری، انشاءالله با ما همراه باشید. چنان که باید و شاید غزل غزل نشدم مست، که دست من به ذریحت در این سفر نرسیده است. من این نگاه عوامانه را نمیدهم از دست، اجازه هست بیفتم شبیه سایه به پایت. دوباره عشق خدا حافظی رسیده به دامن، دوباره لحظه تردید بین ماندن و رفتن، و باز مثل همیشه در آستانه در من کبوتران زمین گیر می شوم به هوایم. سکوت کرده دوباره جهان برای من و تو، نبود و نیست صدایی به جز صدای من و تو. و می روم به امید دوباره های من و تو، میان این همه قنقا، میان صحن و سرایم. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبد الله، السلام علیک یا مولای یا ابن رسول الله، السلام علیک یا مولای یا ابن امیر المؤمنین وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا مولاي يا ابن فاطمة الزهراء وابن خديجة الكبرى،
السلام عليك يا مولاي يا سيد شباب أهل الجنة، السلام عليك يا مولاي يا أبا الشهداء. آقا جان ای ارباب بی کفر، امشب هم من کمترین آمدم در خانه شما، هم به نیابت از خودم هم به نیابت از کلیه بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، اون عزیزانی که در اقصا نقاط این دنیا الان نشستن و دارن تصاویر گنبد مرقد مطهر شما رو میبینن، تصاویر این پرچمی که در اثر وزیدن باد به اهتزاز در میاد. آقا جان همه این عزیزان التماس دعا دارن، هم برای خودشون هم برای امواتشون. اون عزیزانی که عزیزی از دست دادن همه متوقع این هستن که به نحوی شما اونها رو سر سفره خودتون و سر سفره فرزندانتون مهمون بکنید. این عزیزان کمک میکنن تا این نور به کل دنیا برسه و اونها هم بهره بگیرن. آقا جان من به نیابت همه این عزیزان، من به نیابت همه این خوبان از شما تقاضا میکنم در خانه خدا شفیع بشید. حالا دیگه خدا از بقیه مدت غیبت فرزندتون حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف صرف نظر بکنه و ایشون ظهور کنه. ان شاء الله با ظهور ایشون عقول ما کامل تر بشه، بتونیم تشخیص بدیم خوبی رو از بدی، بتونیم راحت در خدمت اهل بیت باشیم، بتونیم راحت دینمون رو به کل دنیا عرضه بکنیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا مولاي يا عباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا مولاي يا ساقي عطاشا كربلاء. السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب. السلام عليك وعلى عزيزة الحسين رقية. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إجازة دل زدم از تمام شهر، بی تو دلم گرفته در این ازدحام شهر. آقا اجازه دست خودم نیست، خستم در درس عشق من صف آخر نشستم. در این کلاس عاطفه معنا نمیدهد، اینجا کسی به پای تو برپا نمیدهد.
شود که ببینم سحر رسید درس قریب غیبت کبرا به سر رسید. عزیزان زیارتتون قبول باشه. واقعا این آرزوی قلبی منه برای تک تک شما عزیزانی که الان بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام هستید، شمایی که همیشه با دیدن تصاویر حرم، گنبد و بارگاه، ذریح و صحنه‌های مطهر آقا امیر المومنین، آقا امام حسین، آقا ابوالفضل العباس، امامین جوادین، امامین عسکریین، از این مجموعه دلهاتون می سوزه، قطر اشک می ریزید و دعاش رو به خودتون می کنید، گرچه ما هم به دعاهای شما واقعا نیازمندیم. شمایی که این کار به این بزرگی رو درش سهیم هستید، بتونیم ما این وظیفه رو انجام بدیم و از کربلای معلا به کل دنیا این برنامه ها رو تقدیم بکنیم. و اما اگر نظرتون باشه و یادتون باشه، هفته گذشته 18 ماه جمادی الاولا بود که ما قرعه کشی داشتیم برای یک عزیزی که دریافت کننده کمک هزینه باشه و بتونه انشاءالله به کربلا مشرف بشه. طرح خانواده های حسینی ولی داره، با هم ببینیم. من بیشتر راجع این طرح خدمت شما صحبت میکنم. طرح خانواده های حسینی، مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام در نظر دارد برای سهیم شدن شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام در ترویج فرهنگ حسینی در سرتاسر جهان، خانواده‌های داوطلبان را با عنوان خادمین افتخاری مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام ثبت نام کند تا با مشارکت ماهیانه این خادمین بزرگوار در تأمین هزینه‌های این مجموعه بتوانیم با کمک یکدیگر پنجره‌ای از حرم امام حسین علیه السلام را در خانه‌های میلیون‌ها بیننده در آسیا، اروپا، آمریکا و کانادا گشوده نگه دارید. شما نیز می توانید به جمع خانواده‌های حسینی این شبکه بپیوندید و ماهیانه با هدایای حسینی و نزولات خود شبکه امام حسین علیه السلام را یاری کنید و از مزایای مختلف این تر به ویژه شرکت در قرعه کشی ماهیانه در 18 هر ماه قمری و کمک هزینه سفر به کربلا، زیارت امام حسین علیه السلام و بازدید از نمایشگاه دائمی مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در کربلا برخوردار شوید. بر این اساس از تمام خانواده‌هایی که قصد ثبت نام در طرح خانواده‌های حسینی و شرکت در قرعه کشی ماهیانه کمک هزینه سفر به کربلا در روز 18 هر ماه قمری را دارند، دعوت می‌شود عبارت لبیک یا حسین را به شماره‌های زیر ارسال کنند. پیامک ایران 5011 40 70، شماره‌های واتساپ و تلگرام 2096 47 70 29 20 910 و 2096 47 730 18 306. در شهر مقدس کربلا دعاگو و نائب الزیاری شما هستی.
لبیک یا حسین، یا حسین. همه اینها فقط همت و یاری شماست. خواهش میکنم. الو، سلام علیکم. خواهش میکنم. متاسفانه تماسمون از دست رفت. باز دوباره انشاءالله عزیزان دارن سعی خودشون کنن. بله، بنده راجع به طرح خانواده های حسینی میخوام خدمت شما توضیح بدم که ولشو با هم دیدیم. کافی شما با یه لبیک یا حسین که به مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام ارسال میکنید عضو این طرح باشید. طرحی که هم نور آقا امام حسین علیه السلام رو به کل دنیا میرسونه. سرکار خانم سلام علیکم. سلام علیکم، حالتون خوبه؟ الو. الو سلام. سلام علیکم و رحمت الله. الو سلام. بنده صدای شما رو دارم. الو سلام. سلام علیکم و رحمت الله. حالتون خوبه؟ متشکرم خواهرم. خدمت ارباب سلام بدید. باشه چش. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک. علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی ابی الفضل عباس الحسین و علی زینب کبرا سلام الله و رحمت الله و برکاته. قبول باشه سرکار خانم زیارتتون. ممنون. لطف میکنین خودتون رو معرفی بکنید و از کجا تماس میگیرید؟ کلثوم شکایت هستم از بوشهر. مزاحمتون شدم. خواهش میکنم. به کربلای معلا خوش آمدید. ممنون. دستتون در نکنه. امشب که شب زیارت امام حسین بود قسمت شد که ما اونجا صدامون حداقل به حرم برسه. الحمدلله رب العالمین. سرکار میرشکاری، بنده به نوبه خودم خدمت شما تبریک عرض میکنم که شما برنده دریافت کمک هزینه تشرف به کربلای معلا شدید. انشاءالله کی تشریف میارید کربلا؟ ما انشاءالله حالا کار پاسپورتمون انجام دادیم، با امید خدا اولین موقع که دیگه ویزا گیرمون بیان میاییم خدمت. انشاءالله انشاءالله تشریف میارید به کربلای معلا و ما در خدمت شما خواهیم بود. من میخوام از خدمت شما سوال بکنم، چه حس حالی دارید الان به صورت زنده و مستقیم صداتون داره به کربلای معلا میرسه و از طریق کربلا به کل دنیا؟ بله، ما خیلی حس خوبی دارم و اصلا انتظارم نداشتم که امام حسین اینطوری زیارت کنم که از الان داخل بوشهر باشم، صدام داخل کربلا الحمدلله پخش بشه. امام حسین اون شبی که امشب مادرش حضرت فاطمه زهرا اومده زیارتش شده منو بشنوه. خدا رو شکر، خدا رو شکر. از موقعی که شما متوجه شدید و برنده دریافت کمک هزینه برای تشرف به کربلا شدید چه حس و حالی بهتون دست داد؟ خیلی، اصلا میگه اصلا انتظار نداشتم که امام حسین این لطف مزرف به یقیر داشته باشه. خیلی شکرم که حداقل یه نظر لطف امام حسین به هم داشته. الحمدلله رب العالمین. خب شما یکی از یاوران حسینی هستید که ماهانه دارید به مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام کمک میکنید. ما کاری نداریم که چه میزان دارید کمک میکنید، ولی از این کمکتون حالا این قسمت شد که شما دعوت بشید به دریافت به تشرف برای کربلا. آیا شما موقعی که این کمک رو میکردید این توقع رو داشتید یا فقط به نیت این بوده که در راه امام حسین کاری انجام داده باشید؟ حقیقتش از روزی که اولی که این
خواستن حسینی زمین حسینی بخرن، آقای یوسفی داخل تلویزیون اعلام کرد که ما احتیاج به پول داریم، میخوایم زمین بخریم. از همون موقع ما شروع کردیم یه مقدار نظرین دیگه ماهانمون شروع کردیم دادن و هیچ وقت اصلا نه توقع داشتم نه اصلا دنبالش بودم که ببینم که قرعه کشی میشه نمیشه، کیا برنده میشن، ما بشیم یا نشه. اصلا بخواد یه این دفعه امام حسین خودش خواسته. الحمدلله رب العالمین. شما در راه خدا انفاق کردید، در راه آقا امام حسین علیه السلام انفاق کردید، خود خدا و آقا امام حسین علیه السلام این کار شما رو به این صورت جواب دادن. حالا منهای این کار شما چه خیری از کمک کردن به مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در این سالهایی که فرمودید آقای یوسفی فرمودن میخواییم حسینی تهیه بکنیم و شبکه رو یاری بکنید، شما یاری کردید، چه خیری از این کارتون دیدید و آیا اگر خیر دیدید به بقیه هم این مسئله رو منتقل کردید یا خیر؟ ما از موقع که دیگه این کمک بریم حسینی امام حسین اونجا شروع کردیم، اصلا کلن داخل زندگیمون خیلی تغییر پیدا کرده. خیلی امام حسین اصلا لطف بیش از حد به خانواده ما داشته باشه، از راه های مختلف کمکمون کرده. نه که الان هم که این برنده شدم اومدم قرآن باز کردم، نوشته بود همون سوره یاسین، به ما غفر علی ربی و جعلنی من المکرمین. اینو برام گفت که بله حالا شما دیگه الان دیگه لطف خدا شاملتون شده. خدا رو شکر، الحمدلله رب العالمین که شما موفق بودید توی این کار. و یک خواهشی از شما دارم در درجه اول، این که برنامه های مجموعه رسانی امام حسین علیه السلام رو ملاحظه می کنید، اگر انتقادی یا پیشنهادی دارید حتما هم خودتون هم بقیه عزیزانی رو که سفارش می کنید برنامه های مجموعه رو می بینن حتما ما رو مطلع بکنن و از طریق واتساپ یا تلگرام اون کلیپ ها و اون تصاویری رو که مشرف می شید جایی برای زیارت حتما برای ما ارسال بکنید. بله ما همیشه برای همه علمای اسلام همیشه دعا میکنیم، مخصوصا برای آقای آیت الله سید صادق شیرازی یه به قول یه دعای ویژه داریم که اسلام رو داره برای جهان پخش میکنه، امام حسین رو برای دنیا داره میشناسونه و امام حسین دیگه اینجا از حالت مظلومیت داره بیرون میاد. حالا دیگه رسانه الان ماهواره‌ای شده، این از این طریق که انجام میده کارش خیلی جالبتر از طریق کتاب یا مثلا مقالست یا سخنرانیه. اینطوری خیلی کارش جالبتر شده. انشاءالله که همیشه امام حسین و حضرت زهرا هم همیشه یادش کنن. الهی آمین. انشاءالله خدا آقا امام حسین، بانو فاطمه زهرا و اهل بیت یاری کننده و نصرت دهنده همه عزیزانی باشند که به نحوی در خدمت مذهب و دین و اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هستند و همشون رو موفق بداره. خب خواهرم اگر صحبت خاصی ندارید من خدمت شما خداحافظی بکنم و عرض بکنم ما انشاءالله منتظر شما کربلا هستیم. التماس دعا دارم نهایت زایر ما باشه انشاءالله. انشاءالله یا علی مدد، خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. خواهش میکنم، خداحافظ شما. عزیزان یه وله کوتاه با هم ببینیم، من خدمت شما هستم. يا حسين 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 يا ح
خب عزیزان، صحبت‌های بنده رو با سرکار خانم میرشکاری، برنده یکی از برندگان طرح خانواده‌های حسینی، شاهد و ناظر و مستمع بودید. طرح خانواده‌های حسینی سال‌هاست که در حال اجراست، مدتی قطع شد، ولی ان شاء الله با همت و یاری شما و اون عزیزانی که مرتب مشوق بودن برای زیارت آقای امام حسین علیه السلام به واسطه مجموعه رسانه‌ای، این کار همیشه دائم باشه. عزیز دل ما تهیه کننده محترم به من فرمودن ما داریم سعی میکنیم که این طرح دیگه به هیچ وجه قطع نشه و 18 هر ماه قمری انشاءالله این قرعه کشی رو خواهیم داشت. منتهای ام این نکترم فرمودن احتمالاً مثلا یکی از ماهای قمری 18 به پنجشنبه نیفته، حالا یا 20 21 یا 17، یک کدوم اینها اگر تو این تاریخ ها اتفاق افتاد، اون قرعه کشی انشاءالله انجام میشه. و اما یه گزارش ویژه داریم خدمت شما برای اون عزیزانی که کربلا مشرف شدن. مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام رو، ساختمان مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام رو در کربلا از نزدیک دیدن و برای اونهایی که تا الان مشرف نشدن، انشاءالله مشرف میشن کربلا، تشریف میارن بین الحرمین، ابتدای خیابان امام علی، استدیوی مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام که پیش ما به قول معروف به ساختمان دار و جوادین معروفه. یه گزارش عزیز دلمون جناب آقای حیدر فتلاوی برای ما تهیه کرده، به اتفاق با هم میبینیم انشاءالله و در موردش بیشتر توضیح میدم. سلام به بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در تمام نقاط دنیا. بنده یکی از خدام امام حسین علیه السلام، حیدر فتلاوی، مسئول فنی و تدارکات مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام هستم. این ساختمان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در حال حاضر است در بین الحرمین شریفین، ابتدای خیابان امام علی علیه السلام واقع شده. در این ساختمان قسمت‌های اداری و دفتر شبکه فارسی و عربی و استودیوهای بخش زنده قرار داره. در خدمت شما هستم تا قسمت‌های مختلف ساختمان رو برایتون معرفی کنم. این زیرزمین ساختمانه که جهت استقبال مهمان‌ها و سالن همایش‌ها و جلسات مدیران مجموعه مورد استفاده است. در این قسمت برای استقبال و اطلاعات این مجموعه استفاده میشه که شما میتونید هدایا و نظرات خود را در این مکان برای مجموعه رسانه‌ای هدیه کنید. در این قسمت تعدادی تلویزیون است، شبکه از زهرا به زبان آذری، شبکه امام حسین 1 به زبان فارسی، شبکه امام حسین 3 به زبان انگلیسی و شبکه امام حسین 2 به زبان عربی. شما در لحظه ورود به ساختمان شبکه میتونید این مکان را ببینید.
این طبقه اداری مجموعه رسانه‌ایه که تعدادی اتاق داره. این اتاق متعلق به مدیریت شبکه امام حسین دو به زبان عربی و اتاق بعدی مربوط به مدیریت ارتباطات و تدارکات مجموعه رسانه‌ایه. و این اتاق متعلق به برنامه سوژه جناب حجت الاسلام شیخ مسعود بهنام. و این اتاق سید رؤوف حکیم یکی از مدیران و مؤسسین شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. اتاق بعدی مدیریت مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام حجت الاسلام والمسلمین شیخ مصطفی محمدی می باشد. و قبل از اینکه به طبقه بعدی بریم، اتاق قرار داره که متعلق به شبکه الزهرا به زبان آذری. در این طبقه اتاقها متعلق به شبکه عربی و فارسی که بیشتر مورد استفاده شبکه فارسی می باشه. این اتاق متعلق به مدیر فارسی و اتاق بعدی متعلق به تجهیزات. و این اتاق متعلق به تولید و بازبین و در اینجا هم میتونید مشاهده کنید نوشته شده قسمت تدوین و تولید و این اتاق مجریان و کارشناسانه. و این هم آبدارخانه که جهت خدمات به پرسنل، مهمان و کارشناس می باشه. و این اتاق متعلق است به بازبین. قبل از بالا رفتن اتاقی رو می بینیم که متعلق به بنده برای استقبال از زوار سید شهدا و پرسنل. بریم به طبقه بعدی یا همان استودیوهای مجموعه رسانه‌ای. اینجا اتاق فرمان عربیه، جای مهندسین پخش زنده و کارگردان‌ها و صدابرداران که در حال حاضر در حال پخش نماز ظهر از شهر مقدس کاظمین حرم جوادین علیه السلام هستند. و این اتاق تدوین شبکه عربیه. و اینجا استودیوی شبکه عربیه و دقیقاً در طبقه بالا همچنین استودیویی هست. اینجا اتاق فرمان فارسیه که نماز تمام شده و در حال آماده‌سازی برنامه هستند. خوبه قبل از شروع کردن برنامه یه سری بزنیم و سلام خدمتشان داشته باشیم. این استودیوی شبکه فارسیه که تا دقایقی دیگر پخش زنده برنامه توضیح المسائل شروع میشه.
اینجا پشت بام آخرین مکان ساختمان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام که دستگاه‌های پخش زنده و برج خدمات اینترنت قرار داره. ممنونم که با ما تا اینجا همراهی کردید و ما منتظر شما هستیم که در کربلا زیارتتان کنیم. عزیزان، ساختمان دار و جوادین رو به اتفاق هم دیدیم. قبل از اینکه این گزارش رو خدمت شما پخش بکنن، عرض کردم خدمتتون اون عزیزانی که مشرف شدن کربلا و اومدن مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام با کل این تصاویر آشنا هستن. البته بنده از همین الان قبلا هم خدمت شما بزرگواران عرض کردم در ایام مناسبتی ما نمیتونیم به این صورت پذیرای شما باشیم. خیلی از عزیزان ایام اربعین مشرف شدن کربلا و دلشون میخواست بیان و وارد استدیو بشن. آخرین استدیوی که خدمت شما نشون دادن که برنامه توضیح المسائل میخواست شروع بشه، همین استدیویی بود که الان بنده در خدمت شما دارم گزارش و برنامه امشب رو تقدیم میکنم و اجرا میکنم. اما این رو من کامل بکنم، در ایام مناسبتی چون ما کارمون واقعا فشرده هست، خیلی ضبط ها و پخش هامون خاصه پخش های زنده مرتب مستمر هست، اینها رو توی استدیوهای مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام که اجرا میکنن ما متاسفانه نمیتونیم عزیزان رو راهنمایی بکنیم برای استدیو. همونجا در قسمت استقبال دار و جوادین خدمت عزیزان انجام وظیفه میکنیم، ولی در بقیه ایام سال که مناسبتی نباشه، چرا، دستمون بازتره، احتمالاً قسمت بشه کسی ضبط یا پخش نباشه، خیلی راحت میتونیم خدمت شما بزرگواران باشیم و انشاءالله پذیرای شما در استودیوی دار و جوادین و خود ساختمان باشیم انشاءالله. من باز راجع به طرح خانواده های حسینی عرض میکنم، عزیزان روابط عمومی منتظر شما هستند که لبیک یا حسین بدید خدمت شما تماس بگیرن، از همون طریق شماره های 2962-770-2964-702-782-300-18-006. انشاءالله ما در خدمت شما هستیم. البته بله چشم، به من تذکر دادن که هم زیرنویس میشه و هم از طریق تلگرام و واتساپ خیلی راحت شما میتونید با ما در تماس باشید. الانم ولش آماده هست، خدمت شما پخش میشه، من خدمت شما چند لحظه ای بریم و برگردیم.
بله خواهش میکنم. عزیزان دل ما توی اتاق فرمان دارن سعی میکنن این تماس رو هم وصل بکنن، چون دقایق پایانی برنامه است انشاءالله وصل شد. من خواهش میکنم. سلام علیکم. سلام از ما، احوال شما؟ شبتون بخیر. شب و روز شما بخیر سرکار خانم. از کجا تماس میگیرید و لطف کنید خودتون رو معرفی کنید؟ من خانم کریمی هستم از شهریار. از شهریار تهران. سرکار خانم کریمی، به کربلای معلا خوش آمدید. خدمت ارباب خوبی ها سلام بدید. ممنون. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی الاولاد الحسین و علی الاعصاب الحسین علیه السلام. آقا جان حتی میخوام مریضا رو شفا بدی، گرفتارا رو نجات بدی، میخوام حتی زودتر با همسرم بیام دفاعوست. الو عزیزان، من یک لحظه صدای خانم کریمی قطع شد. صدای شما خیلی ضعیفه آقای میرخلف‌زاده. خواهش میکنم. قبول باشه زیارتتون سرکار خانم کریمی. ممنون. ممنونم. شما کربلا مشرف شدین؟ نه خیر. چقدر دلتون میخواد تشریف بیارید کربلا؟ بله. عرض کردم چقدر دلتون میخواد تشریف بیارید کربلا؟ خیلی از آقا میخوام بیام کربلا، خیلی. انشاءالله آقا امام حسین علیه السلام با یاری خدا هر چه زودتر شما رو به کربلا دعوت میکنن و شما از نزدیک ظاهر آقا امام حسین علیه السلام خواهید بود. ممنونم. سرکار عزیزان، من گوشی مشکل داره متاسفانه، صدای خانم کریمی رو با قطع وصل میشنوم. سرکار خان کریمی، شما صدای بنده رو داری؟ خیلی ضعیف دارم. بله خیلی ضعیفه. بله. خواهش میکنم بفهمید که شما از یاوران حسینی و افرادی هستید که به مجموعه رسانی امام حسین علیه السلام کمک میکنید. از این بله. کمکتون چه خیری دیدید؟ خیلی، من به آقا خیلی اعتقاد دارم که این کار رو انجام بدم. خیلی دوست دارم که این کمک رو بهش بکنم. میتونم بپرسم چرا؟ امام حسین. میتونم بپرسم چرا؟ خیلی علاقه زیادی به امام حسین دارم، به خاطر اینم گفتم بالاخره یک کمکی بکنم. خدا انشاءالله ازتون قبول بکنه. موارد ممنونم. مصرف وجوهاتی رو که شما در وجه مجموعه رسانی امام حسین علیه السلام پرداخت میکنید رو ازش اطلاع دارید؟ یعنی چی شو؟ عرض میکنم شما میدونید پولتون کجا داره هزینه میشه؟ به شبکه امام حسین. کار شبکه امام حسین هم که واضحه. بله بله. ما با پولهای شما و بقیه یاوران حسینی الحمدلله رب العالمین موفق هستیم از کربلای معلا هم کربلا و هم اخبار جهان تشیع و شیعیان و مسلمین رو به کل دنیا مخابره میکنیم و ارسال میکنیم و همه ازش استفاده میکنن خدا انشاءالله از همگیتون قبول بکنه. سفارش خاصی برای بقیه بینندگان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام شما داری؟ من خیلی به همه دوستان گفتم، به آشناها گفتم که این کار خیلی ثواب داره، شما هم شرکت کنید در این کار. دست که من خودم شما خیلی دوست دارم. خواهش میکنم. دست شما درد نکنه. انشاءالله که همیشه زنده و سلامت باشید و هر چه زودتر مشرف بشید کربلا. اگر صحبت خاصی ندارید من خدمت شما خداحافظی بکنم. ممنونم، خیلی التماس داغ آقای میخلف زاده. ممنونم. مرسی. حتما خواهرم. زحمت کشیدی. خواهش میکنم. انشالله دعاگران با زیاره همتون هستیم. یا علی مدد. خیلی التماس داغ. محتاج میدونم شما. خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما. خواهش میکنم. اگر بزرگواری بفرمایید تکرار بکنید.
من یک اسم شنیدم، آقای رحیمی. بله چشم. عزیز دلمون از روابط عمومی الان اینجا توی اتاق فرمان هستن، میگن در حین اجرای برنامه خواهش کردن خود آقای کربلایی که اسم این عزیز رو بفرمایید که الان نظرشون رو در همین ساعت واریز کردن جناب آقای رحیمی. خدا انشاءالله از همتون قبول بکنه. آقای رحیمی، آقایان رحیمی ها، سرکار خانم ها، حالا من نمیدونم چون اسم خیلی تو حافظه دارم، خیلی سریع بگم: آقای پاسالاری، آقای رستمی، خانم صالحی، آقای فرهمن، آقای هوشمند، خانم فرزانه، آقای فرزانه، همه این عزیزان. من شرمندم که اسم همه عزیزان تو حافظه‌ام نیست و کاغذش نیست که الان از همتون تشکر بکنم. واقعا تشکر اصلی رو مادر ارباب از همتون بکنه. با هم یه وله کوتاه ببینیم و بریم برای قرعه کشی زیارت عاشورا. قرعه کشی رو انجام بدیم. من این ظرف رو با اجازه آقایون و خانوم ها بیارم این قسمت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ببینیم اولین شماره که در اومد، شماره 3. من اینجا بنویسم شماره 3 و اما دومین شماره: اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شماره 5، 350 و یا الله از 0 تا 9. 1. ببینیم ردیف 351 مون متعلق به کدوم مشترکمون هست که در این هفته برنده زیارت عاشورا هستند. جناب آقای حسین عطازاده از کشور ایران با کد اشتراک 3018. ردیف 351 جناب آقای حسین عطازاده با کد اشتراک 3018 از کشور ایران برنده هدیه زیارت عاشورا شدند. البته با توضیحی که عزیز دلم از روابط عمومی الان به من دادن، ظاهرا این شخص مرحوم شدند و مشترک بودند و خدمت شما عارضم، مرحوم شده، الان دخترشون دارن به جای ایشون اون اشتراک ماهانه رو پرداخت میکنن و این زیارت عاشورا در این 6 روز که به غیر از شب جمعه هست هدیه میشه به این مرحوم مغفور. حالا من باز توضیح بدم چرا 6 روز. شبهای جمعهمون خاص مرحومینه، گرچه حالا ایشون خودش مرحوم شده و به قول معروف این یک هفته زیارت عاشورا رو به ثوابشون ارز خواهن انشاءالله فرستاد. شب جمعه ها مخصوص اون عزیزانیه که دلشون میخواد به اسم مرحومشون یا مرحومینشون مرحومشون برای ما ارسال میکنن. اگر آقا هستن عکسشون رو هم ارسال میکنن و ما انشاءالله پخش میکنیم. یه وله کوتاه ببینیم و انشاءالله بتونیم خدمت شما خداحافظی بکنیم.
آفتاب الفضل العباس. برنامه امشب ما هم تموم داره میشه. یاوران حسینی، ساعت پایانی و لحظات پایانی برنامه است. امیدوارم خدا باز عمری بده ما بتونیم از کربلای معلا به صورت زنده و مستقیم بیایم به منازل شما و شما رو شب جمعه دیگه بکشونیم به کربلا. زیاد وقت نداریم. بنده رو به قبله بایستم و عرض بکنم بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج بحق الحسین الشهید، اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والناصر واجعلنا من انصاره واعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن ابا الشرور واتباعه. بینندگان شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، ان شاء الله با یه برنامه دیگه از برنامه‌های یاوران حسینی در خدمت شما خواهیم بود در شب جمعه آینده. یا علی مدد و خدا نگهدارتون. حسین جان حسین جان حسین جان حسین جان. ای گل زهرا حسین، ای شهری Joe.